مدرسه زندگی فارسی تقدیم می کند. داستان راهی رو که به سرد شدن آتش عشق میرسه همه می شنسن. با کلی عاطفه و علاقه نسبت به هم شروع می کنیم. بعد با زمان احساسا کمرنگ میشن. شروع می کنیم به اولویت دادن به کار. وقتی حرف می زنن گوشیمونو چک می کنیم. علاقه خاصی نداریم بشنویم روزشون رو چجوری گذروندن. یه توضیح محبوب اما سطحی برای این یخ عاطفی وجود داره. اینکه آدما به طور طبیعی حوصلهشون از هم سر میره. همون جوری که از همه چی حوصلهشون سر میره. گوشی که یه روز فوق‌العاده به نظر میومد، فیلمی که دوست داشتن، در این روایت سرد شدن نتیجه غیر قابل اجتناب آشناییه ولی یه توضیح دیگه وجود داره که اولش تلختر به نظر میاد ولی در نهایت امیدوار کننده تره. از دست دادن علاقه نه طبیعی و نه اجتناب ناپذیر. ملال پیچیده تر و فعال تر از این است. ملال وجود داره چون از شریک زندگیمون رنجیدیم یا عصبانی هستیم یا ازشون میترسیم. و چون راهی برای تخلیه روانی با آرامش وجود نداشته که به خودمون یا اون فرد دربارش بگیم. بی علاقه شدن اجتناب ناپذیر نیست. علامت زجر عاطفی انکار شده است. یه راه انتباقیه. ما از درون بیهس شدیم نه اینکه یه ریز حسلمون سر رفته باشه. این شاید عجیب به نظر بیاد. هرچی باشه ما این حس را نکردیم که همسرمون ما رو رنجونده، عصبانیمون کرده یا ما رو ترسونده. حتی فکرش هم خندهدار یا افراطی به نظر میاد. همسرمونو رو حیولا نشون میده و ما رو تو سریخور و ضعیف و هیچ کدوم اینا درست نیست. ولی خیشتنی که در رابطه عشق ورزی میکنه اون خیشتن معمولی بالغ نیست که در بقیه موضوعات زندگی میشناسیم. شاید ما خیلی هم انعتاف پذیر و با ارزه باشیم ولی خیشتن عشق ورز ما موجودی به شدت آسیب پذیرتر. بعد مثل نسخه کوچیکتر جوانتر و بیدفاعتر خودمون بهش نگاه کنیم که در ذهن ماست و از بچگی ما قویتر و عاقلتر نیست. بچگی که بسیاری از عقاید ما درباره عشق و نیازهامون شکل گرفته. این خیشتن آسیب پذیره که نیازهای ما را هدایت میکنه. حتی اگه ما دو متر قدمون باشه و دو وجب ریش داشته باشیم. خیشتن عشق ورز پوستش نازکه، به راحتی و به شدت میرنجه، میترسه. عمیقا زخم برمیداره اگه وقتی داره قصه ساندویچ ظهرش تعریف میکنه حرفشو قطع کنی اگه ازش درباره کبودی دیروز بازوش پرسجو نکنی اگه کتاب خوندن رو به بغل ترجیح بدی اگه درباره کانال تلویزیون راحت باهاش کنار نیای البته اینا با استاندارد معمول بزرگسالی رنجیدگی های کوچیکی هن. ولی انسان با قوانین بزرگسالی عشق ورزی نمیکنه این تیرهای کوچولو به اندازه کافی تیز هستند که خیشتن عشق ورز و تا عمق عواطف زخمی کنند. در حالت ایدئال خیشتن نابالغ میگه چی شده. با دقت توضیح میده که رنجیده و به استیصال رسیده. در حالت ایدئال لحن بیانش حساب شده غیر تدافعی و خوشایند خواهد بود. ولی در عمل بیشتر موقع ساکت میمونه. باید سکوتش رو بخشید چون درست نمیدونه چه مشکلی پیش اومده. فقط میدونه که داره درد میکشه. و به طور غریزی خودش رو عقب میکشه تا از خودش محافظت کنه که نتیجهش میشه رفتاری که ظاهرا خیلی سرده اگه خیشتن بزرگسال بخواد غمهای خیشتن عشق فرض رو به زبون بیاره نتیجه نچسب و عجیب غریب از آب در میاد و همین خاطر ساکت میمونه آدم تحقیر میشه اگه بخواد مثلا بگه وقتی جزئیات استراحت موقع نهارم رو تعریف کردم هیچ علاقه نشون ندادی یا بگه 45 سالمه ولی هیچ سهمی از کنترل تلویزیون ندارم. اینا واقعا برای یادم بالغ مسائل کوچیکی هستند. ولی بخشایی از ما که در عشق در معرض آسیب قرار می گیرن، از قوانین معمول بزرگسالی تبعیت نمی کنن. نتیجه این میشه که خیشتن عشق ورز خشک و پژمرده میشه. دلش سکس نمیخواد، تحریک پذیر میشه و کنایه میزنه. اما خودش هم نمیدونه چرا اینجوری شده. بازی در نمیاره. گیج شده. برای یادگیری انتباق نیاز به آگاهی و بخشش دو جانبه داریم نسبت به این ساز و کار حساسیت و رنجیدن. و نیاز به تعهدی داریم برای رمزگشایی وقتی که بیتفاوتی و کنار جوی در رابطه به وجود میاد. باید محیط ایجاد کنیم که در شرایط امن زخمایی که عشق رو نابود میکنن به سطح بیان. بدون اینکه طرف مقابل اونا رو تحت عنوان بچگانه بودن یا خیالی بودن مثل همیشه نادیده بگیره. حساسیت خیشتن عشق ورز احمقانه است اگه که با استانداردهای زمخت بقیه قسمت های زندگی سنجیده بشه. ولی این استاندارد بقیه زندگی نیست. وقتی سرد میشیم شاید علاقه به شریک زندگی رو از دست نداده باشیم. فقط نیاز به فرصتی داریم تا در نظر بگیریم که در سکوت رنجیده خاطر و خشمگین شدیم. باید به محیط امنی دسترسی داشته باشیم که در اون احساسات شکننده اما مهم رو بشه به سعت آورد و برون ریزی کرد بدون خطر تحقیر.